با درود بر شما هموطنان گرامی، این تصویری که میبینید خیلی حرف برای گفتن داره. این مردک سیبیلوی آشغال کثیف نمک نشناس خائن به میهنه که میبینید، این داریوش فروهره که داره برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکنه. این کثافت، این خونخوار، این بیشعور، این نفه با پاسپورتی که شاه فقید براش فراهم کرده بود که میتونست بدون ویزا به کشورهای زیادی سفر کنه، به دیدار امامش رفت تو پاریس، با شاه فقید مبارزه کرد که حکومتی که شاه را انداخته بود که خانمها اینطوری بودن سرنگون کنن و کشور بدن دست آخوند. توف بر روی کثیفش بود. همین آشغال سال 76 توسط همون گرگایی که به جون ملت انداخته بودن با زنش دوشون ریده شد رفت، زدن با کارت قیمه قیمشون کردن داریوش فروهر و همسرش. بعد چیزی که بر من خیلی عجیب بود، این رادیوهای بی بی سی و اینا خیلی رو اینا مانوف دادن که آقا اینا کشته شدن. اینا برای من خیلی عجیب بود که آقا اینا از سالهاست دارن میکشن، چرا رو اینا بی بی سی قد حساس شده؟ بعد فهمیدم که این کثافت آشغال نمک نشناسی گه از همون آت آشغال 57 بوده که حالا اومده مثلا برای ریاست جمهوری ثبت نام کنه که گه تو رو نجسش باد و گه تو تموم انقلابیون 57 اگه حالا نیاد معذرت خواهی کنم، به مغز تک تکتون ریدم بی شرف ها اگه نیاد معذرت خواهی کنی. شما کر خرترین بی شعورترین نسل تاریخ ایران هستید، به مغز تک تکتون ریدم اگه نیاد معذرت خواهی کنید. بیاین معذرت خواهی کنید کثافتا. کشور شما اینطوری تحویل گرفتید، کشوری طوری بود، ریدید توش، دادیدش دست امامتون که براتون آزادی بیاره، ارواخی نجس پارتون.